در حکومت از هر قوم الحمدلله وزرا داریم، معین صاحبا داریم، والی صاحبا داریم، از هر ولایت و از هر منطقه. نه تنظیم پرستی هست، نه قوم پرستی هست، نه کماندان سالاری هست، نه ملوک الطوایفی هست. یک نظام هست و نظام هم اسلامی هست، عدالت برپا هست در تمام افغانستان. حتی یک مسئول بلند پایه نمیتانه و قیمتی کرنسی افغانستان، پیسه افغانستان، شما اطلاع داری که به 130 رسیده در مقابل یک دلار 130 افغانی، ولی هسته هسته عالی رسیده به 69 افغانی، یک دلار به 69. وزیر صاحب تجارت افغانستان گفت که علی حیران هستیم که دیگه تجاران می آید زمین می خواهد که کارخانه و پابریکه جور کنه، علی مجبور هستیم اینمی چی پارک صنعتی پر شده که یک دیگه جای برش تخصیص کنیم. حتی اگر با حکومت سابقه با قوتهای بیرونی هم کار کرده بود، ولی امارت اسلامی افغانستان به همه گفت که وطن وطن شما هست و شما میتانی که خدمت به وطن بکنی. همه تجارا، همه تشکیلاتشان، اگر اتاقهای تجارت بود، اگر در وزارت تجارت کدام پست های کلیدی بود، همه مثل سابق قاری نگاه کرد، تجار ملی در افغانستان مان. نتیجهش چی شد؟ الحمدلله امروز شما در جریان هستی که افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما، امید است که خوب و صحتمند باشین. تشکری داریم که همواره ما را کمک حمایت میکنین تا ما بتوانیم گزارش های مختلف به شما بیننده های عزیز نشر بکنیم، بالخصوص از آبادی و بازسازی کشور. قسمی که شما در جریان هستین، تمام ادارات امارت اسلامی افغانستان کوشش میکنند که به هموطنان ما خدمت بکنند، بالخصوص معاون اقتصادی رئیس الوزراء که همواره اینها پروژه های بزرگ اقتصادی را روی دست گرفتند به خاطر آرامش و به خاطر بازسازی و آبادی این سرزمین زیبای افغانستان. بیننده های عزیز، ما هم یک ویدئویی داریم، خبر خوشی است که شما میتونین این گزارش را تماشا بکنین در قسمت پیشرفت و همچنان تطبیق پروژه های بزرگ است. برین این گزارش را تماشا بکنین، در ادامه بازم با ما باشید و همراهی ما نمایید. اختیار کرده سیاست متوازن به این معنا که با کشورهای همسایه و منطقه و جهان تعلقات می خواهد، به این شکل که بعد از افغانستان میدان رقابت های منفی قدرت های بزرگ جهان و منطقه نباشه. این متوازن است. دوم، سیاست اقتصاد محور. سیاست اقتصاد محور به این معنی که ما می خواهیم با دیگر کشورها هم در سیاست پیش بریم و هم اقتصاد با او اندازه که به هر دو طرف فایده داشته باشه. ما نمیخوایم که ما فایده ببریم و دیگر فایده نمیدیم. برادران عزیز، تا جایی که تجار ملی و صنعتکار کدام مقامی در نزد امارت اسلامی افغانستان داره، او یه هست که وقتی که تحول آمد، اشغالگر گریخت، امریکا و ناتو و اندیوالانشان رفت، حکومت جدیدی افغانستان و نموعات عمومی که اعلان کرده، علاوه بر ازو تجارانی که در 20 سال گذشته هر تجارت کرده بود، حتی اگر با حکومت سابقه با قوتهای بیرونی هم کار کرده بود، ولی امارت اسلامی افغانستان به همه گفت که وطن وطن شما هست و شما میتانی که خدمت به وطن بکنی. همه تجارا،
همه تشکیلاتشان، اگر اتاقهای تجارت بود، اگر در وزارت تجارت کدام پستهای کلیدی بود، همه مثل سابق کاری نگاه کرد، تجار ملی در افغانستان ماند. نتیجهش چی شد؟ الحمدلله امروز شما در جریان هستی که افغانستان در 20 کشور جهان در لیست جای گرفت که در او نرخها نازل است و هرچی پر ایمان است. دوم یه که رهبر امارت اسلامی افغانستان جناب امیرالمومنین صاحب توجهی که به تجار داره و همیشه به مسئولین توصیه میکنه و در تشکیل حکومت یک معاونیت عمده ریاست الوزراء به سرپرستی محترم ملا برادر آخوند به نام معاونیت اقتصادی تشکیل داد که همین کارش است که تجار چه مشکل داره، کدام کار پیش برده شوه، کدام مشکل است که حل شوه، که الحمدلله نتیجه خیلی خوب داد. شما چون که تجار هستی، جهان دیده هستی، با یک مثال شما میپامی، یک مثال ما با شما میگیم. دو سال پیش در ولایت همسایه شما که هرات است، وقتی که مجاهدین پیروز میشه، 120 کارخانه و پاپریکا فعال بود. چند؟ 120. و در این دو سال به 720 رسیده، به 720 در یک ولایت همسایه شما. وزیر صاحب تجارت چند روز پیش در هرات آمده بود، وزیر صاحب امور خارجه ترکمنستان آمده بود در باره پروژه های برق و تاپ و تاپی دامی صحبت داشتیم. وزیر صاحب تجارت افغانستان گفت که علی حیران هستیم که دیگه تجاران می آید زمین می خواهد که کارخانه و پابریکه جور کنه، آلی مجبور هستیم این نمی چی پارک صنعتی پر شده که یک دیگه جای برش تخصیص کنیم. یعنی ایتور الحمدلله وضعیت روز بروز خوبتر میشه. وقتی که تجار مسئول هست، از او کس رشوت هم نمیگیره، باج هم نمیگیره، تشویش هم برش ایجاد نمیکنه و کارش هم بس شفافیت خلاص میشه و خود به خود میآید. پس شما تجار صاحبانی هر دو کشور، از افغانستان و از ایران، میتانی که بیایید سرمایه گذاری بکنید. افغانستان فرصت های خیلی زیاد داره. مثلا افغانستان خاک شیرین و آب شیرین داره. در عرصه کشاورزی بسیار کار میشه. زمینش پر از معدنیات است الحمدلله، میشه که در معدنیات سرمایه گذاری شه که هم به نفع شما و هم به نفع ما باشه. وقتی که تجار از بسیار دور میآید در افغانستان سرمایه گذاری میکنه، چرا از نزدیک نیاید؟ چرا از ایران نیاید که اونجا سرمایه گذاری بکنه؟ انشاءالله تعالی که شما بخیر بیایی ببینی، خود با خود تشویق میشی که باید اینجا ما کار بکنیم. امنیت به او اندازه الله تعالی با مردم افغانستان پیرزو کرد که از بدخشان تا هرات، از فاریاب تا هلمند، شب و روز اگر تجار میره، اگر سرمایه دار میره، اگر ٹھیکدار میره، اگر مزدور و غریب کار میره، هیچ تشویش نداره. یک تجار با ما گفت که بیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان 20% فایده ما سر امنیت خرچ میشود، حالی 1% هم خرچ نمیشود. این یک فایده است. امارت اسلامی افغانستان مصمم هست مثل که علی افغانستان مرکز ترانزیت شده و مرکز اقتصاد شده و
شما میدانید که موقعیت افغانستان مثل که علامه اقبال میگه که آسیا یک پیکر آب و گیل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از کشادی او کشادی آسیا، از پسادی او پسادی آسیا. آل افغانستان در مابین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بهترین راه است. حکومت تصمیم داره که از طریق واخان، کوریدور واخان با چین هم وصل شود. تصمیم داریم مثل که آسیای جنوبی و آسیای مرکزی وصل شده، همینطور شمال و جنوب هم. چین با آسیای مرکزی، با ایران، از طریق ایران با جهان وصل شود. این فرصت ها الحمدلله لزمینه مساعد شده. به خاطر اطمینان شما میگم فعلا در 34 ولایت افغانستان، در 400 ولسوالی افغانستان، در هزارها قریه افغانستان، یک قریه، یک جریب، یک میتر زمین هم در دست مخالفین نیست. ما هیچ کدام واقعی جنگی نداریم در افغانستان که پیش شده. مراکزی که داعش در افغانستان داشت و تحت سلطه حکومت قبلی یا اداره قبلی و اشغالگران در یک سال و یک و نیم سال همه از بین رفت الحمدلله. حکومت مسلط شده، برای تجارت امنیت تامین شده. پس بسیار با اطمینان هر کس میتونه که بیایه و سرمایه گذاری بکنه. دنیا خصوصا غرب کوشش کرد که حکومت فعلی ناکام شود. سرمایه ای که ما داشتیم در امریکا حدود 9 میلیارد دلار بود، همه را مسدود کرد، تحریم ها وضع کرد، میخواست که بانک های افغانستان سقوط شود، ولی الحمدلله بانک ها هم از سقوط نجات پیدا کرده و پای خود روز به روز استاد میشه و قیمت کرنسی افغانستان، پیسه افغانستان، شما اطلاع داری که به 130 رسیده در مقابل یک دلار 130 افغانی، ولی هسته هسته عالی رسیده به 69 افغانی، یک دلار به 69. یعنی شاید در سطح جهان یگانه پیسه و کرنسی باشه که در مقابل دلار بالا میره. یه به دلالت به ثبات میکنه، دلالت به تدابیر خوب میکنه که حکومت پیلی گرفتگی است. همچنان فساد گم شده، رشوت گم شده. وقتی که فساد نباشه، رشوت نباشه، بیروکراسی نباشه، پس همی بستر بسیار خوب است برای تجارت. و دیگه چیز که ما و شما را نزدیک میکنه و یه هست که اهل سنت والجماعت و اهل تشیع، حکومت فعلی در افغانستان که هست تبعیض و تعصب و این چیزا را وقت نمیده. به همه احترام داره، همه را حقوق میده. در افغانستان تمام اقوام از تاریخ تاریخ در افغانستان زبان پارسی و پشتو زبان رسمی ما بود، حالیم زبان رسمی ما هست، هر دو زبان ها. در حکومت از هر قوم الحمدلله وزرا داریم، معین صاحبا داریم، والی صاحبا داریم، از هر ولایت و از هر منطقه. نه تنظیم پرستی هست، نه قوم پرستی هست، نه قومندان سالاری هست، نمالک التوائفی هست، یک نظام است و نظام هم اسلامی هست، عدالت برپا هست. در تمام افغانستان حتی یک مسئول بلند پایه نمیتانه که یک بسیار یک کسی غریب و کوچک بیگناه بگیره یا آزار بده. و میتانه که با محکمه بره او را جلب کنه. پس سخنای خود را زیاد چی نمی کنیم،
وقتان رو زیاد نمیگیریم. دیگه هم مواقع خیلی زیاد است. خب دیگه شما بیایی اونجا به سر چشم خود ببینی، باز میپامی که چی ما که چیزی شنیده بودم. اینجا خب وضعیت خیلی خوب شد الحمدلله. و یک توصیه ای که اخیر میکنیم وی است که برادران عزیز، در مقابل امارت اسلامی افغانستان تبلیغات خیلی خطرناک میشه، ولی او تبلیغات گوش نشوه، هرچی به سر چشم دیده شوه، پرسان شوه، بره و ببینه، از کسانی پرسان شوه که در افغانستان هستی، از افغانستان آمده. او تبلیغات که از طرف غرب میشه برای او گوش نشوه، زیرا 20 سال امراش در جنگ بودیم، باز بیچاره در افغانستان شکست خورد و شکست میتر شکست ساده نبود. حالی ما از اونها توقع نداریم که سر ما گلپاشی بکنه، همین تبلیغات یک وقت میکنه میکنه، هسته هسته او هم انشالله شاید حقایق درک کنه. از طریق کامپیوتر و همچنین پرینتر هر چیزی که اینها دارن یک سهولت ایجاد کردن، با اینها بیشتر آشنا میشیم که چقدر این کار از اینها میتونه به افرادی که نابینا هستن یا ناشنوا هستن چقدر میتونه کمک بکنه. با برادر عزیز ما آشنا میشیم. در قدم نخست سلام بر شما، خوب است ان شاء الله؟ علیکم سلام و رحمت الله، خوش آمدین به جواد نادرپور هستم، عضو مسلکی ایدت در ریاست نصاب اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی. برادر عزیز شما چی ابتکارات انجام دارین؟ ما تمام کتب نصاب تعلیمی را از خط عادی به رسم الخط بریل در برنامه خاص در کمپیوتر آماده میکنیم و برای اشخاص دارای معلولیت بینایی چاپ میکنیم در 16 ولایت افغانستان که فعلا مکاتب نابینایان فعال است، برای اونا ما ارسال میکنیم مطابق به درخواست و نیازهایشان. برادر عزیز ایران بگوین که خط بریل چی است مثلا؟ خط بریل یک خط مخصوص است، خط برجسته است که توسط لمس دست خوانده میشه و اشخاصی که چشمشان نمیبینه، دید نداره، اونا میتونن با لمس کردن امون نقاط برجسته را تشخیص بدن و حروف و جملات را بخوانن و از او موضوع و مطلبی که میخواین یاد بگیرن و را بیاموزن. کارا و ابتکاراتی که شما انجام دادین چقدر مؤثر بوده؟ کارا و ابتکاراتی که ما انجام دادیم مؤثریتش بسیار زیاد است، چون یکی از جمله که ما البته تمام کتاب درسی را به لسان دری و لسان پشتو به دو لسان چون نصاب وجود داره، ما این را آماده ساختیم برای اشخاص معلول و همچنان قرآن عظیم الشان را هم ما آماده ساختیم و چاپ کردیم و بر اشخاص دارای معلولیت بینایی در زمانی که اونا ضرورت داشته باشند ما به دسترسشان قرار میدیم و اونا میتونن استفاده بکنن. و در پهلوی ازی یک تعداد وسایل آموزشی را که ما دیدیم بر نابینایان، بر آموزش نابینایان و به خاطر رشد ذهنی یک طفل نابینا بهتر و خوبتر ضرورت است، اونا را ما خود ما طراحی کردیم و ساختیم و فعلا اینجا وردیم که از او هم نابینایان میتونن به خاطر رشد ذهنیشان استفاده بکنن. اینا گفتم میتونید که مطبعه ملی دیگر چه کارهایی به خاطر نابینایان انجام داده؟ مطبعه ملی چون یکی که از نامش پیداست مطبعه ملی است، ما بیشتر در بخش چاپ و تب و نشر مطالب و کتاب هایی که مورد نیاز اشخاص دارای معلولیت بینایی است فعالیت میکنیم. ما بیشتر دیدم شما مثلا کامپیوتر روشن کردین و از این کیبورد استفاده که اون طرف هم پرینتر است، چگونه این استفاده میکنین؟ با اضافه معلومات شما ما بگویم که ما کامپیوتر را از دو طریق میتونیم استفاده بکنیم. یک سافتویری است که اسکرین ریدر هست و او تمام قسمت های کامپیوتر هر جایی که امی کرسر بره او میتونه که بخونه و ما بشنویم به قسم صوتی و بفهمیم که کامپیوتر فعلا ما در روی کدام برنامه و در روی کدام به اصطلاح امو آیکن یا کدام بتنه هستیم که ما او را به اصطلاح انتر بکنیم که برای ما مو مطلب مورد نیاز ما در کامپیوتر اجرا شود. یکی او و دوم از طریق لمسی که اینی به نام بریل دیسپلی هست که ما میتونیم دی
تمام مثلا نقاط که چیزی که در کمپیوتر نوشته میشه اینجا بیاریم و با لمس دست خود هم ما میتونیم نوشته کمپیوتر را بخونیم و با او کار بکنیم. ماشاءالله. من همین پرینتر مثلا کمپیوتر پیشترم شما اشاره کردین که مثلا قیمت گزاف داره، این را شما کی در اختیار شما قرار دادن؟ دولت یا خود مطبع ملی؟ ایره خب دولت مطبع ملی درخواستی داده و دولت برشان خریداری کرده و به دسترس ما به خاطر کار و چاپ کتب قرار داده. جناب نادرپور صاحب چقدر میتونم مشکل شما را مثلا امی کیبورد و امی پرینتر و کامپیوتر چقدر میتونم سابق کده چقدر مشکلات حل کده؟ 100% حل شده. یعنی من خودم مسئول ایدیت تمام نصاب تعلیمی که برای نابینایان آماده میشه هستم. تمام کتابایشان چک، دیزاین و تصحیح توسط نیمی دزگاه ما خودم انجام میتونم و بعد از این که از زیر چک برآمد دی به چاپ میره. ماشاءالله. بسیار زیاد شکر. ای را بگوین که حکومت امارت اسلامی افغانستان در قسمت از اینکه نابینایا یا ناشنوانای ما بتوانند توانمندی های بیشتری خود را داشته باشند چی کارهای انجام دارند؟ یکی از فعالیت های عمده و بی‌نظیر البته حکومت امارت اسلامی ای بوده که مطبع ملی بریل را به قسم رسمی و با تعداد کارمندان او را فعال ساخته و اینمی یکی از ابتکارهای خود امارت اسلامی است که این مطبع را سرپای ساخت. قبلا این مطبع وجود داشت اما کارمند نداشت، تشکیل رسمی نداشت. بنابر آمدن امارت اسلامی و بنابر توجهی که اینا بر قشر معلول و معلولیت داشتن اینا کوشش کردن، سعی تلاش که به خرج دادن تانستن که این مطبع را فعال بسازن و در این قسمت زیادتر رئیس عمومی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی جناب آقای غلام حیدر شهامت سعی و تلاش را به خرج دادن تا تانستن این مطبع را فعال بسازن و امروز از مزایای این مطبع در 16 ولایت اطفال نابینا مستفید میشن. سر جا تشکر. در اخیری را بگوین که آیا معلولیت ناتوانی است؟ معلولیت محدودیت نیست. معلولیت یک مشکل، یک مونی هیچ وقت صدرای پیشرفت انسان شده نمیتونه. چون دیروز امیجا یکی از دوستا آمد برای ما اینجا نوشته کرده بودم که راه هم را مگیر پرواز هم را ببین. گفتی چی معنا میده؟ من گفتم که شما همیشه برای یک نابینا اگر بگوین که تو نمیتونی که از خانه برای یا از سرک چه رقم تیر شوی، خب نابینا در کنج خانه میمانه، نه تحصیل میکنه نه درس میخونه. ولی اگر شو خودت دستش بگیری از سر سرک تیرش بکنی، این یعنی که مثل که خودم من با وجود که نابینا هستم 12 سال مکتب را خواندیم، 4 سال پانتون را خواندیم و در پالوی ازی درسایی که ارتقای ظرفیت بوده در بخش دیاتی و کامپیوتر اینا خواندیم و بعضی کارهای شخصی داشتم که چون نمیشه که به خاطر ازی که رسانه است و اعلانات تیر میشه من نمیتونم نام از او را بگیرم. به این اساس دیگه ما اینی در حقیقت اینی خودش یک توانایی هست که یک نابینا داشته میباشه، ولی اگر بر نابینا انگیزه داده شود و نابینا حمایت شود شاید کسایی باشه که از ما کرده هم بالاتر ابتکارات داشته باشند، توانایی های داشته باشند که اونا بتانند توانایی خود تبارز بدن، البته با همکاری دولت و فامیل. پیام ما برای فامیل های محترم ای است که اطفال نابینای خود را کوشش کنند در مکاتب شامل بکنند و بر از اونا زمینه درس و تعلیم را آماده بسازند تا هر کدامشان بتانند در آینده بار دوش جامعه نباشن و بتانن که یک تعداد زیادی از معلولین دیگر را زیر دستشان بگیرن و خدمت بکنن. من یک کار بیرونی داشتم و در اونجا تعداد زیاد از معلولین بودن که با من کار میکردن و از آید از او فامیل چند معلول دیگر هم میتونست که به اصطلاح تأمین شون. سلامت باشین. بیننده های عزیز جهان سپاس، شما هم مصاحبه برادر عزیز ما را دیدین. واقعا معلولیت ناتوانایی نیست بلکه یک توانایی است که میتونه به بیشترین افراد جامعه کمک بکنه. شما هم افراد معلول را دیدین که حتی ما قهرمانان ورزش داشتیم در سطح جهان، بالخصوص در کشور عزیز ما افغانستان. بدان کسایی که معلول است مایوس نباشند و کوشش بکنند. انشاءالله که خداوند هر انسان
یک استعداد و توانایی داره. اگر توانایی خود به خرج بده انشاءالله میتواند که در دنیا موفق پیروز باشد. تصاویر تماشا بکنین، بازم با ما باشد. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.